معنای کلمه به حرکت وادار کردن خیلی شوقار. معنایش به طرف معین به حرکت در آوردن یا روندن، عادتا به سوی بالا یا پیش. عیسی مسیح را به جای جلالی که حالا دارد چی وادار ساخت؟ و چرا به وی نامی داده شد که از همه نام های دیگر بالاتر است؟ نام یگان شاه، پرزیدنت یا چمپیون از نام عیسی در قدرت و قوت بالاتر نیست. نوشتجات رفشان میگهد که این به فروتنی وی دخل دارد. پاولوس میگهد که عیسی با آدم مانندی پیدا کرده و خود را فروتن ساخته تا وقت مرگ، تا دم مرگ صلیب فرمان بردار بود. بنابر این خدا نیز او را سرفراز کرد یا به حرکت وادار کرد و به او نامی داد که از هر نام بالاتر است. و ما هم گفته شده است که اگر در زیر دست پرزوری خدا فروتن باشیم، او ما را در وقت خود سرفراز میکند یا به حرکت وادار میسوزد. جان بیور این کلام را در کنفرانس هیلسونگ در شهر سیدنی استرالیا موعظه میکند. ما دعا میخوانیم که بعد از شنیدن آن شما مثل پیشتر نمانید. من باری دارم که این سر خیلی و خیلی نام میگذارد. آمین. بیایید دعا خونیم. بیایید به کلام رویم. پدر به نام عیسی، رحمت کلام برای آن چیزهایی که تو در حیات ما میکنی. ما باری داریم که این هفته تو خداوند چیزهای بزرگ میدی. ما باری داریم که این هفته تو از انتظاری من دورتر میروی و روی مقدس خدا من خواهش میکنم که تو به من هر کلمه را و دل خود را دی که این کلام را موعظه کنم. من رو به نام عیسی خواهش میکنم. حضور تو در اینجا چنین با قوت است و همچنین خدمتگار تو من اعلام میکنم که این سر بگذار پادشاهی تو بیاید و خواستی تو در اینجا در زمین مثل که در آسمان است اجرا شود. ما تو را مات میکنیم. جلال را و شن و شرف را به نام پرزور به هم تا عجیب و زیبای عیسی میدهیم و هر کس که راضی است بگذار داد گوید. حالا خدا را پیشکی مینداری کن برای آن کارهایی که وی میکند. بیا او را مینداری گوی. آمین و آمین. مرحمت ششته میتوانید. این سر من میخواهم که شما کتاب مقدس خود را در عیسای 6 گشایید. در اینجا تقدیم را نشان میدهم که توانید نوشتجات را خوانید. لیکن این سر گفتنی هستم. در این سال 2007 من در روی دو چیزهای اساسی که شخصا برای خود به خدا فریاد کرده دعا میخوانم. یکومش من دعا میخوندم عیسی، من میخواهم از پیشتره دیده به تو نزدیکتر باشم. و دویم چیزی که دعا میخوندم که من میخوام در آوردن جلال به تو و آوردن میوه برای جلالت زیادتر ثمرناک باشم. این سر میخوام در روی یکومش گف زنم. در اینجا من 4 آیت اول رو میخونم در کتاب اشعیا و 4 آیت اول رو میخونیم. در سالی که پادشاه عزیا وفات کرد خداوند رو دیدم. بیایید در اینجا کمک میستیم. خداوند رو دیدم که در کرسی بلند و عالی نشسته بود و دامن او معبد را پر کرده بود. صرافیان در گرد او ایستاده بودند که هر یکی از آنها 6 بال داشت. با دو تایش وی روی خود را میفشید و با دو تایش پایهای خود را میفشید و با دو تایش پرواز میکرد. این پارچه بسیار زمانی دینداران را به خیرات میآورد. فرشته ها با 6 بال و یکی به دیگر ندا کرده میگفت: قدوس است، قدوس است، قدوس است. خداوند لشکرها، تمام زمین از جلال او پر است و پهلودری های از آواز ندا کنندگان به لرزه آمد و خانه از دود پر شد. این سال 704 پیش از میلاد بود. نام این مرد اشعیا ابن آموس. بسیاری از ما او را همچون پیغمبر می دانیم، ولی دیگران را همچون سرکاهی می دانند. همچون روحانی و میتوانست به جای مقدس درآید. خلق در آن وقت اسیر بود و آن تصور میکنم که اشعیا در جای قدس راز پیش پرده در زانویش ایستاده با خدا فریاد میکند و ناگهان در یک لحظه، در یک ثانیه و یک گوره از خانه خدا گرفته در نزد تخت خدا گذاشته میشود. اکنون شما باید یک چیز را فهمید. خانه تخت خدا جای بزرگ است و در رای این تالار خرد فکر نکنید. خانه تخت را از یک چند صد میلیون تا 1 میلیارد آدمان را میگنجاند و اندازه آن بنا نه با متر لیکن با کیلومتر چین میشود. گپ مرا میفهمید؟ وقتی شیء خداوند را دید، یکم چیزی که او بغیر از خود خداوند پیخذ میکند این فرشته های عظیم جثه.
و این فرشته ها به یکدیگر نگاه کرده فریاد می زدند: مقدس! یک چیز رو میگن. این فرشته ها میگن: قدوس، قدوس، قدوس. من میدونم که ما در روی این سرود نشتیم، لیکن به شما یک چیز میگم، آنها این رو نگن قدوس، قدوس، قدوس. آنها آنقدر بلند قدوس فریاد میزنن که شاید این رو 3 مرتبه بنویسن. وقتی ایبرانیان یگان چیز رو نشته میخواستن، با آن اهمیت مخصوص گذارن، آن رو 2 بار تکرار میکردن. در کتاب مقدس ما میتونیم اندازه متن رو کلون کنیم یا علامت خطاب مونیم. ایبرانیان باشن کلمه رو 2 بار مینویشتن. اگر شما انجیل متی رو خونید، عیسی در آنجا میگه: نه هر کسی که مرا خداوند خداوند میخواند با پرچای آسمان میدارد. عیسی با گزنی مشکلی نداشت که این رو میدوند. اگر شما در جای متی میبینید، شما گپ عیسی رو میشنوید: نه هر کسی که با من خداوند میگوید با پرچوهی میدارد. و حتی متی این رو فهمیده 2 بار مینویسد. در انجیل یوحنا نوشته است: براستی براستی به شما میگم و غیر. اکنون خیلی کم ایبرانیان کلمه رو 3 مرتبه مینویشتند. کلمه رو 3 بار نوشته با آن اهمیت کلانترین میگذاشتند، یعنی اهمیت آن کلانتر شدن نمیتواند. و ایبرانیان کلمه های خود را خیلی و خیلی با دقت انتخاب میکردند. و در تمام کتاب مقدس فقط 2 بار میبینیم که خصلت خداوند 3 بار تکرار شده با آن اهمیت کلانترین گذاشته میشد. و این در وحی باب 4 و در اشعیا باب 6 ما میبینیم که این فرشته ها یا سرافیان فریاد میزنند: قدوس، قدوس، قدوس. و آن شقوار که آنها این را فریاد نیزنند: محبت، محبت، محبت. آیا خدا محبت است؟ البته. وای محبت ندارد، وای خودش محبت است. آنها این را فریاد نیزنند: بزرگ، بزرگ، بزرگ. آیا خدا بزرگ است؟ بشبهه. لیکن آنها این را فریاد نیزنند. آیا خدا با وفاست؟ بله، لیکن آنها این را نگفتند: وفادار، وفادار، وفادار. آنها این را میگفتند: مقدس. آنها سرود نخوندند. آنها سرود نخوندند که خدا خود را نقص حس کند. من میدانم که شما در این سرود نیستید، لیکن آنها سرود نخوندند. آنها به چیزی میدیدگیشان جواب میدادند. هر لذت طرف نو جلال خدا آشکار میشد و یکی به دیگرش فریاد میزد: مقدس. آنها این را آنقدر بلند میگویند که در کتاب مقدس نوشته است که پهلو در خانه تخت خدا لرزید. سخمانچیان با من گفتند که پهلو در قسم مستحکم ترین بناست. میشنوید؟ در فلوریدا که من زندگی میکردم میگویند وقتی طوفان میآید و تو به عقل شده از خانهات نروی، تگ پهلو در است. این قسم مستحکم ترین است. پهلو در زمینی را با آواز بلرزه آوردن یک چیز، لیکن بنایی که 100 میلیون آدمان را می خونجاند با فریاد مقدس بلرزه آوردن دیگر چیز. می شنوید؟ می بینید که این فرشته ها نگیان: خدا، ما این کار علاقه در دام 10 تریلیون سوال میکنه، بیا ما دم گیریم و تو دیگر گروه متکنی را گیر که ما رفته به دیگر جایهای کائنات نگاه کنیم. آنها در یگان جای دیگر شده نخواهند. چرا؟ چون که در تمام آفرینش از خود آفرنده هیچ چیزی زیباتر نیست. آنها نخواهند در هیچ جای دیگر باشند. اکنون وقت که شیء خداوند را می‌بیند و نگوید: آنا خدا اینجا، این خیلی نکند. او داد میگوید: وای بر من. میدونید چی شقوار؟ شیء آدم یا دیل و عدالت را مایزه میکند. اگر شما شیء باب 3 و 5 را خونید، او میگوید: وای بر ارخران، وای بر مکران، وای بر آنهایی که بدی را نکیر و نکیر را بدی مینامد. ولی اگر شیء 6 را بینید و یک بار به خداوند جلالش نظر انداخته، دیگر نگید وای بر اخران، دیگر میگید وای بر آنهایی که نکیر و بدی را مینامد. وای میگید وای بر من. چی روی داد؟ بار اول در حیاتش وای فهمید که به کی خدمت میکند. با آن نگاه نکرده که وای آدم یا دیل. و بار اول میفهمد که وای در نزد خدای مقدس میایستد. میشنوید؟ شیء کی فریاد میگید مقدس. چی روی داد؟ یکی از فرشتگان از قربانگاه قمور گرفته وای را تازه میگرداند. فهمو؟ همه گوید تازگی. بعد از آن فرشته وای را تازه میکند. خدا گپ زدن را سر میکند. خدا میگوید کی برای ما میرود؟ کی میداند وقتی خدا گپ میزند این مانند موشای تلویزیون است؟
بیایید به من گپ زنید. کی میداند که حالا موج تلویزیون با اینجا میآیند؟ درست؟ مچه های فاکس با اینجا میآیند، مچه های برنامه تلویزیونی میآیند. لیکن انگام کس ما آن را قبول نکنیم چون که موج قبول کنک نداریم. درست؟ انا همین چیز روی میدهد وقتی که خدا گپ میزند. اکنون شاقوار آن که خدا بعد از آن تازه شدن ایشایا با وای گپ میزند و در تمام خلق اسرائیل فقط یک آدم آزاده شد. یک آدم. آدمی که از برای دیدن جلال خدا تازه شد. میبینید وقتی که شما جلال خدا رو میبینید شما تازه میشوید. من در این آیت فکر کردم و دعا میخوندم. من در حجره خود بودم و به خدا فریاد میگفتم. خدا این آن چیز که در حیات من لازم. من نظر نو عیسی لازم. من باید او را از نو بینم. من باید او رو بینم. چرا؟ چون که کتاب مقدس میگه وقتی که ما با او نگاه میکنیم ما از جلال به جلال میگذریم. ما از برای تعلیمات نو از جلال به جلال نگذریم. تعلیمات نو ما رو استوار میگرداند. تعلیمات ما رو قوت میبخشد. لیکن نشته است وقتی که ما با او نگاه میکنیم. برای همین من این کلیسا رو سخت دوست میدارم. ما ستایش میکنیم و به خدا نگاه میکنیم. میشنوید؟ خدا این به کلیسای امریکا لازم است. ما باید عیسی را از نو بینیم. برای مقدس به آن گفت ایست. پسرم در اول آیت من این رو نگفتم. من گفتم چی؟ وای جواب داد. در اول آیت من این رو نگفتم. من پرسیدم تو چی رو در نظر داری؟ وای جواب داد. رفته خون. من رفته اون رو باز خوندم. اکنون با این نگاه کنید. آیتش رو نشان ده. در سال که پادشاه عزیا وفات کرد. روی مقدس با آن گفت. ایست. وای گفت. جان عزیا می بایست اول مورد. پیش از آن که شایی می توانست ما رو از نو بیند. من گفتم همین عزیا کی بود؟ البته اگر در روی کسی در کتاب مقدس نوشته باشد خدا در روی وای به تو نگید رفته بین. من این آدم را در دویم و قانونامه باب 26 یافتم. کتاب مقدس خود را گرفته اینجا کوشه دویم و قانونامه باب 26. اگر کتاب مقدس نداشته باشد با اون با اینجا نگاه کنید. با آیت یکم از دویم و قانونامه 26 نگاه کنید. آیت یک و تمام قوم یهودا عزیا را که 16 ساله بود گرفته به جای پدرش امسیا او را پادشاه کردند. بعد از آن که پادشاه امسیا با پدرانش خواب عزیا ایالت را بنا کرد و آن را به یهودا برگردانید. عزیا در وقت پادشاه شدنش 16 ساله بود و 52 سال در یروشلیم پادشاهی کرد و نام مادرش قلیا از یروشلیم بود. اکنون به آیت 4 نگاه کنید و آنچه را در نظر خدا مقبول بود به عمل میآورد موافق هر آنچه پدرش امسیا به عمل آورده بود. حالا میخواهم از شما پرسم. میخواهم که همه جواب دهند. عزیا پادشاه نقص یا بد بود؟ من همه را نشنیدم. وای پادشاه نقص بود چون که در یهودا پادشاهان ظالم بودند. لیکن وای پادشاه نقص بود. وای بینید که آن چی که در نظر خداوند مقبول بود به عمل میارد. اکنون به آیات 5 نگاه کنید. و در ایام زکریا که راههای خدا را فهم می‌نمود او خدا را جویا بود و در روزهایی که خداوند را جویا بود خدا او را کامیاب می‌گردانید. میخواهم که شما این را باز یک بار دیگر پیخست کنید. در روزهایی که خداوند را جویا بود خدا او را کامیاب می‌گردانید. پیخست کنید که نشته نیست در روزهایی که وی اسبای کامیابی خلقش بود. نشته نیست که در روزهایی که وی اسبای کامیابی خدمتش بود. نوشته در روزهایی که خداوند را شخصا جویا بود خدا او را کامیاب می‌گردانید. حالا شما در روی کامیابی گم می‌زنید. وی کامیاب بود؟ بله، وی خدا را به جلال پیشترش برگردانید. یکون و چاهایی که خشک شدند کشا زیارتکوری با سرعت میافزود. در آن زمان وقت که زیارتکوری میافزود اقتصادیات میافزود. وقت که اقتصادیات میافزود اندازها زیادتر میشدند. وقت که اندازها میافزودند وی توانست ارتشش را با قوت کند. واس فلشتای آن شهرهای را گرفت که پدرانش از برای بی‌اطاعتی از دست دادند. ما میخوام به شما این رو گویم. در یک چند سال و یهودا رو قریب به جلال زمان سلیمان و رهبیان برقرار کرد. اکنون بینید که بعد از یک چند سال چی روی داد. آیت 16 و هنگامی او قوی شد. همه گوید قوی. و هنگامی که او قوی شد دلش هوا بلند شد. همه گوید هوا بلند شد. این چیست؟ بیایید گپ زنید. این چیست؟ این غرور است درست؟
و هنگامی که قوی شد دلش تو با درجه بدکردری هوا بلند گردیده به خداوند خدای خود خیانت کرد و بعد خداوند در آمد تا که بخور در قربانگاه بخور بسوزاند و از پای او از ذریاهوی کاهین در آمد و کاهنان خداوند 80 مرد دلیر همراه او بودند و آنها در گرد پادشاه اوزیا ایستاده با او گفتند تو را اوزیا روان نیست که برای خداوند بخور بسوزانی بلکه این کار کاهنان بنی هارون است که برای سوزاندن بخور تقدیر شدند از خود بیرون رفت زیرا که خیانت کردی و این برای سبب شان و شرف از جانب خداوند خدا نخواهد بود و اوزیا در غضب شد در حالت که مجبور بخور سوزانی در دستش بود و همین که غضبش بر کاهنان علنگه زد پیش کاهنان در خانه خدا نزدیک قربانگاه بخور محو در بر پیشانی او پیدا شد و او محو مانده مرد اکنون شما پرسیدن میخواهم که شما جواب دهید غرور به دل اوزیا در آمد درست؟ وقتی مغروریت به دلش در آمد و زیادتر دیندار شد یا کمتر همه این را گوید بسیاری از شما میگید کمتر نادرست و زیادتر دیندار شد و به خانه خدا برای سجده کردن در آمد روح مغروریت و روح دینداری یک جای می روند و آنها یک دیگر را پوش کرده یک دیگر قوت می بخشند مغروریت نیدهد که شما راضی شدید که دیندار شدید و دینداری غرور شما را با رفتار دینداری را پوش می کند بعضی از مغروریت کلانترین را شما در بعضی کلیساها می‌بینید. می‌شنوید؟ من گفتم می‌شنوید؟ اکنون در اینجا چی روی می‌دهد؟ در اینجا پسر جوان 16 ساله و او بر 800 هزار آدم شاه شد. و اگر شما 16 ساله بوده بر 800 هزار آدم شاه شدید و اگر شما باقل باشید شما خدا رو می‌جوید. درست؟ و او این کار رو میکنه وقتی خدا رو میجید چی رو میدهد؟ قوت حرکت پیدا میشود قوت روحانی چون که هر باری که آدم خدا رو میجید و در دعوت خود کامیاب میشود اگر شما به تجارت دعوت شده اید و خدا رو میجستگی میشوید شما در تجارت باز هم کامیابتر میشوید اگر شما به تجارت دعوت شده اید لیکن شما با خدمت مشغول هستید شما کامیابتر نمیشوید لیکن وای در جای خود بود وای خدا رو میجست و قوه حرکت پیدا می شود و هر چیزی که دست می رسند به حرکت می دارد. در حقیقت این قوه در حیاتش بود می فهمید. هر چیزی که می کند کامیاب می شود. لیکن چی روی می دهد؟ وی به هر چیزی که خدا با واسطه وی می کند نگاه کرده کار اولش را بس می کند و این قوت حرکت تمام می شود. می شنوید؟ یعنی خدا را با تمام دلش دیگر نجد لیکن از برای خود این قوت حرکت و باز چند وقت کامیاب میماند با آن نگاه نکرده که این قوت این حرکت را سر کرد علاقه نیست و در آخر و مخف میشود اکنون مخفی چیست؟ در عهد قدیم مخفی یک نمود داوری بود این مانند نشانه بیرونی گناه در عهد نو من درباره این دعا میخوندم و خدا با من گفت یک چیز را به شما گفتنی هستم. این را گفته دلم در میکند. من 18 سال سفر کردم آیزه میکنم و در دوام 10 سال اخیر من هر ماه میشنم که اگام پیشوای کلیسا در گناه علاقه جنسی میفتد. در بدن مسیح. این دردآور است. خدا به من گفت پسرم مخفی این فقط نشانه بیرونی مشکلی چقورتر است. وی گفت همه آدمان محو را می دیدند. لیکن ریشه حقیقی غرور بود. خدا گفت این خدمتچیانی که به گناه افتادند مشکلیشان در شهوت نبود. مشکلیشان در غرورشان بود. مشکلی با شهوت ظاهرا دیده می شود. می شنوید؟ در این یاد دارم که یک چند ماه پیش از در امریکا یکی از پیشوایان بزرگترین امریکا در گناه علاقه جنسی فاش گردید و او دیگر در خدمت نیست. پس تر که همه چیز را برقرار کرد گفت که اولین چیزی که در حیات این آدم دید غرور بود. غرور در داخل عمل میکرد و محو در بیرون دیده میشد. و آن سر خدا با من این را گفت. اگر خواهی مرا از نو بینی غرور باید برای تو مرد و چقدر که غرور برای تو می مرد آنقدر تو مرا زیادتر از نو می بینی همراه من فیلیپیان باب 3 گوشید فیلیپیان باب 3 من می خواهم دیگر آدم را از طرف مثبت نشان دهم همه گوید طرف مثبت و آن طرف مثبت معقول است. ما با وکیل پاولوس نگاه میکنیم. در این باب فیلیپیان نسبت به تمام دیگر جایهای نوشتجات پاولوس زیادتر شخصا در روی خود گپ میزند.
در آیه 4 سر کرده میگوید گرچند که من راستاسی است به جسم هم اعتماد داشته باشم اگر کسی دیگر گمان کند که میتواند به جسم اعتماد داشته باشد من بیشتر. آیه 5 بینید وی چی میکند؟ وی همه افضلیات ها پیشرفت و موقع خود را پیش از آن که با عیسی واخورد نخو میکند. در روز هشتم محتون شدم، از نسل اسرائیل هستم، از سبت بنیامین، ابرانی از ابرانیان. شما باید فهمید ابرانی از ابرانیان چی معنا داشت. امروز ابرانی از ابرانیان مانند خداشناس عالی میشد. اگر شما دکتر خداشناسی میشدید آدمان بسیار حیران میشدند. درست؟ لیکن در آن زمان اگر شما در اسرائیل زندگی میکردید که آن خلق خیلی دیندار بود و اگر دکتر خود شناسی میبودید شما آدم آبرومند بودید. میفهمید شما یک منصب میداشت و آن فهما و گفت ابرانی از ابرانیان از جهت شریعت فارسی. شما باید فهمید که فارسیان در آن زمان اهمیت کلان داشتند چون که آنها نه فقط پیشویان روحانی اسرائیل بودند لیکن پیشویان سیاسی هم بودند. این مانند آن که پاستر براین هم پاستر میشد و هم حاکم شهر میشد یا سردار مجلس یا کسی دیگر. میفهمید من چی رو در نظر دارم؟ بشنوید؟ اینک وی میگید از جهت غیرت تقیب کننده کلیسا این برای وی عاقبت کلان آورد. از جهت عدالت شریعت به عیب اکنون بینید دوام داده چی میگید و این نگاه کنید در آیه 7 میگید لیکن آن چی برای من برتری بود به خاطر مسیح نقصان دانستم و آن سمش را از خاطر افضلیت دانش خداوند من عیسی مسیح نقصان میدانم که برای او من از همه دست کشیدم و سمش را اخلاط میدانم تا که مسیح را پیدا کنم. پاولوس چی میگید؟ وی میگید همه افضلیات پیشرفت و موقع من نسبت به دانستن عیسی همچون پرتافت است. همه گوید پرتافت. من میتونم با شما روزخال باشم چون که من باید یک چیز را نشان دهم که بسیار دوام پیخست نکنم. کلمه اصلیش اخلاط. پرتافت نیست. اخلاط است. اگر این کلمه شما را خفه میکند برای من و زنم لیز است این کلمه خفه کننده نیست. در دوان 11 سال ما پامپرس و اخلاط رو توزه میکردیم و در خانه من این کلمه رو خیلی بسیار میگفتیم. مایلش؟ من نیدانم شما چه خیلی لیکن من میبایست سخت کوشش کنم که اخلاط رو فراموش کنم. وقتی که به حجت خانه میرم فقط آنگاه در روی آن فکر میکنم. این مانند یا نیست که من کار میکنم و ساعت 11 شده من میگم اوه این چی باری وزنین؟ من قریب میکفم لیکن باید این رو فراموش کنم. آن رو در رقیب مانم. من باید باز یک بار دیگر آن رو فراموش کنم. من این خیلی نکنم. میفهمید؟ و فکرم اگان کسی این خیلی نکند. خانومان میباشید این گپی مردانه. برای هر شخص این خیلی می شود که در حقیقت دلتنگ شد. همه افضلیت ها، موفقیت و منصب آنها نسبت دانستن عیسی همچون اخلاط است. فهمیدید؟ لیکن پاولوس با این تمام نمی کند. در همین جا آدمان این باب را درست می فهمند. اکنون گپی نو را سر می کند. همه گوید گپی دیگر. در آیه 12 وای می گوید نه اینکه الکی رسیده باشم یا کامل شده باشم بلکه سعی کوشش می نمایم. همه گوید کوشش می کنم که شاید من هم بیرسم چون که عیسی مسیح به من رسیده است. ای برادران گمان نکنم که من الکی رسیده باشم بلکه فقط یک چیز رو میگم. همه گوید یک چیز. بازگوید فقط یک چیز رو میگم. آنچه را که در قفس از خود تیر برآورده و به پیش حرکت کرده با سوی مقصد شتاب می‌نویم. همه گوید شتاب می‌نویم. با شما یک چیز میگم. این خل شما به دعوت اولی رسیده میتوان. شما باید شتاب کنید. شما باید غیرت کنید. شما باید سعی کوشش کنید. کی میداند که به دعوت اولی شما آرام رفتم در رامدان نیتوانید. شما سوی دعوت اولی رقص کرده نیرید. شما این خل نیکنید. شما باید شتاب کنید. یعنی مقابلت و زدیت از درست. وای گفت من سوی مقصد شتاب می‌نمایم که مکافات غالبانه دعوت خداست از در شلو در عیسی مسیح. در اینجا من باید یک چیز دیگر هم گویم. مایلش یک چیز دیگر علاوه میکنم. دعوت اولی چیست؟ میدونید زیادی ماندران حتی نیدونند دعوت اولی چیست. من این خیلی میگم. شما در اینجا فوتبال بازی میکنید. تصور کرده میتونید که شما در دسته فوتبال هستید و برای مکافات جهانی بازی میکنید و شما این خیلی ناز توپ رو میزنید که وای خوش رو رفته به کنج چپ بالا میدارید لیکن این دروازه نادرست. این فاجعه است. مقصد دعوت اولی در چیست؟ جواب در آیه 10 است. به این نگاه کنید که من
او رو شناسم نزدیک. این کلمه چی طور معنایش به طور نزدیک شخصا مقصد دعوت عالی آن است که من او رو شناسم. در یاد دارم در سالهای 80 وقتی که من در کلیسای خود خدمت میکردم و میدونستم که در حیاتم دعوت است، من هر سر یک نیم ساعت دعا میخونم. من بیرون رفته دعا میخونم و این خیلی دعا میخونم: خدا مرا برای معجزه انجیل به خلقها استفاده بر، برای پیش کردن دفعه استفاده بر، برای شفا دادن بیماران، برای پیش کردن دفعه استفاده بر. من با جد و جهد دعا میخوندم. بعضا میگفتم دمان را به من ده یا من میمرم. من این خیلی دو سال دعا میخونم. درست یک سر خدا به من گفت: پسر، دعاهای تو از مقصد دور هستند. وقتی خدا با تو این خل میگه، تو فکر میکنی پدر تو خطا کردی، فرزندانت این قدر زیادن که تو مرا با کسی دیگر خطا کردی. من دعا خواندم که تو مرا برای معجزه کردن خوشخبر و با خلقها پیش کردن دفعه شفا دادن بیماران، زنده کردن مردگان صدا برای تو، چرا در نظر دو دعاهای من از مقصد دورن؟ روی مقدس با من گفت: پسرم، تو میتونی خوشخبر رو با خلقها معجزه کنی، دفعه رو بیرون کنی، مردگان رو زنده گردانی و در آخر به دوزخ روی. چی؟ وای گفت: یهودا هم دفعه رو بیرون میکرد، یهودا هم بیماران رو شفا میداد، یهودا هم معجزه میکرد. خدا گفت وقتی که 12 شاگرد برگشتن، همه آنها گفتن که دفعه با آنها اطاعت میکنن و او گفت: یهودا حالا در دوزخ است. من هیچ گاه فرموش نکنم، من آن سر میلرزیدم. من گفتم: پس دعوت عالی چیست؟ خدا گفت: مرا نزدیک شناختن. این تماما دعاخونه ما رو دیگر کرد. میشنوید؟ اکنون بینید پاولو چی میگه. باید 12 برگردید. نه اینکه علاقه رسیده باشم یا کامل شده باشم، بلکه سعی کوشش می‌نمایم که شاید من هم برسم، چون که عیسی مسیح به من رسید. ای برادران، گمان نکنم که من علاقه رسیدم باشم، بلکه فقط یک چیز رو میگم. همه گویید یک چیز: بازگوید. پخش کنید وای نگید که باید دو چیز کنم. پخش کنید که وای نگید که باید سه چیز کنم. فقط یک چیز رو باید با غیرت کنم. مقصد نزدیک شناختن عیسی فقط یک چیز است. این چی است؟ فراموش کردن. از برای این من جدول دارم. شما در دوام روز نگید: اوه، من باید به دعوتم خیلی با دقت باشم، لیکن پیش در بار کلان استاده است، آن را فراموش کردن نتوانم. این پرتافت، این اخلاط است. شما دیگر در برای این بار فکر نکنید. پاولوس دیگر در برای افضلیت ها، موفقیت ها و منصبش پیش از شناختن عیسی گپ نیزند. این اخلاط است. وی در برای افضلیت ها، موفقیت ها و منصبش بعد از واخوردن با عیسی گپ میزند. برای همین وی میگوید، نه اینکه من علاقه رسیده باشم، وی میگوید که عیسی با واسطه وی چی کار کرد. اگر این را فراموش نکنیم، این به دعوت عالی خلل میرساند. عیسی را نزدیک شناسیم. من با شما یک چیز میگم. بیایید به حیات پاولوس نگاه میکنیم. همراه من یکم قرنتیان باب 15 کشید. یکم قرنتیان 15. من با شما میگم چرا من این رو میکشم. پاولوس این نامه رو در سال 56 بعد از میلاد نوشت. کمی تاریخ رو با شما نقل میکنم. پاولوس رو در سال 66-67 کشتن و این نامه رو در سال 56 نوشت، یعنی 10 سال پیش از کشته شدن. شما باید فهمید که در این وقت وی علاقه کلیسا رو در تمام آسیا و اروپای شرقی برپا کرد و از دیگر وکلها زیادتر ثمره آورد و او وکیل خیلی ابرومند بود. میشنوید؟ من مثال خور نبیرم. در یاد دارم وقتی که در کلیسای خود کار میکردم، به کلیسای ما بسیار معجزه‌چیانی میامدن. لستر سامرال به کلیسای ما میامد. یکان کس در یاد دارد و کی بود و یکی از وکلان بزرگترین عصر بیستون بود. در یاد دارم وقتی که بار اول با ماشین کلیسای وی رو میبردم، وی 73 ساله بود. ما با ماشین ششتیم، من میلرزدم، چون که وکیل بزرگترین دنیا نزد من میششت. لستر در 83 سالگی وفات کرد. این مانند پاولوس که وقتی این نامه رو مینوشت. فهمیدید؟ نگاه کنید که در یکم قرنتیان 15:9 چی میگه: زیرا که من خردترین وکلانم. اکنون با من نگاه کنید. پاولوس به همه کلیسا خط نشته میگه، به همه وکلان، همه معجزه‌چی‌ها نگاه کنید. شما باید در یاد دارید که از وکلان از 12 زیادتر دارند. کی این را میدانند؟ یعنی تیتو، سیل و تیموتیوس بود. میشنوید؟ برنبا بود و در عدید نو 23-24 وکیل است. لیکن از این هم زیادتر بودند. لیکن پاولوس میگه به همه معجزه‌چی‌ها نگاه کنید، من از همه آنها پسترم. کی میداند که فروتنی بر دروغ چیست؟ با من گپ زنید استرالیو. فروتنی بر دروغ چیست؟ تو وقتی که تو گپی درست میگی لیکن اون رو در حقیقت در نظر نداری. این مانند آن است
او آفرین، نه نه این من نه، این است. لیکن در درون تو فکر میکنی، با من نگاه کنید، درست؟ این فروتنی بر دروغ است. میدونید فروتنی بر دروغ چی است؟ این فریب، این دروغ، درست؟ کی میداند که در وقت نوشتن نوشتجات دروغ را نوشتن ممکن نمیتوانی؟ روح مقدس اجازت میدهد که این را نویسد اگر در حقیقت پالوس خودش را این خل میدید. من از همه موعظه‌چیان پستر هستم. این 10 سال پیش از مردنش و از همه دیگران زیادتر ثمره دارد. اکنون بینید در دوامش چی میگهد؟ به این نگاه کنید. آیت 10. اما به فیض خدا آن چی هستم؟ من این اشتجات رو نظم میبینم. و فیض او در من بهوده نبود، لیکن من از همه آنها زیادتر محنت کردم. یک لحظه استید. اکنون گپ دیگر میگهد. میگهد که من زیادتر از دیگران دیده زیادتر ثمره دارم. این رو میبینید؟ لیکن بینید در دوامش میگهد. اما نه من، بلکه فیض خدا که با من است. با من گوش کنید. پاولوس از دیگران بهتر میدانست که یگانه راهی چه خیلی وی توانست همه این کارها رو کند، این فقط از برای حضور خدای قوت بخشنده که برای کار میکردگیش قابلیت باشد. وی توانست خود را از کارش جدا کند. گوش کنید. وی توانست خود را از همه کارهای کردگیش جدا کند. این طور وی توانست خود را همچون خورترین بیند. در یاد دارم سال 1999 خدا به من گفت: پسرم، من میخواهم که تو کتاب نویسندن رو صرف کنی. من گفتم نویسندن، من انگلیسی رو بد میبینم. تو میگی نویسندن، این شوخی است. من مهندس شدم چون که در آنجا امتحان انگلیسی نیست. من امتحان ملی رو از زبان انگلیسی نسپردم. من گفتم تو. و 10 ماه پس از بیعتویتی من، دو زن در 2 شتت علایده امریکا در دوام 2 هفته اومده، 1 کلام پیشگویی گفتن: اگر آن چیزی که خدا به تو اومده است ننویسی، خدا این نامه را به کسی دیگر میدهد و تو محکوم میشوی. بعد از 2 هفته دویم زن هم این را گفت و ترس خدا مرا فرا گرفت. من گفتم من نوشتن را سر کردم و فکرها آنقدر تیز میآمدند که آنها را به زور مینوشتم و این در مهمانخانه ها بسیار روی میداد. آه، این خیلی نست، این خیلی نست. خداوند، این خیلی نست. تو میگی چه خیلی تو اینقدر مغرور شده میتون. نه، این غرور نیست. من نقص میدونم که این کتاب ها از کجا پیدا شدن. نام من در این کتاب ها نشته است چون که من یکم آنها را خواندم. میشنوید؟ حالا این کتاب ها در میلیون نسخه در 40 زبان چاپ شدند. میدونم که این کار خدا. من میدونم که این فیض خدا. میبینید این ما را زیر محافظت نگاه میدارد. بسیاری ما نمیدانیم فروتنی در حق چیست. به فکر ما نمیدانیم فروتنی در کلیسا چیست. بسیاری از ما فروتنی را همچون آدمی سوست، گریانچک و بیغیرت که غلطی گم میزند و بدتر زیدنداری رفتار میکند و لباس بابا کلانش را میپوشد. این فروتنی. این فروتنی نیست. بسیار آدمانی کتاب مقدس که در فروتنی حقی میگشتند آنها را مغرور میگفتند. به داوود نگاه کنید. وی به لبنان رفت که از برادرانش خبر گیرد و برادرانش با معلومات آنها در ارتش شاول خدمت میکردند. وی به برادر کلان خود نگاه میکند. وی به این عظیم جثه نگاه میکند که این فلسطینی نامختوم میگد. برادر کلانیش که خودش ترسیده بود نگاه کرده میگد: من غرورت را میدونم، آن در دل توست. خانه رفته به گوسفندان نگاه کن. یک لحظه است، غرور در دل تو. کی مغرور بود؟ یک باب بیشتر رو کشوید. پیغمبر به خانه عیسی می آمد. پیغمبر می گید: عیسی در بین پسرانت پادشاست. عیسی می گید: این باید الیا باشد، نخوزاده من. و آخر قد بلند و قوی و بهترین بازینگر فوتبال امریکایی بود. و سیاست رو نظم می فهمد و او نزد ساموئیل می گذرد. و خدا میگه: من او را رد کردم. برای رد کردن خدا فقط یک سبب است، غرور. از برای همان چیزی که الیاب داشت و داود را ایدار میکند. و جاسانی که برگشتن نگاه کنه، جاسان از زمین وعده شده برگشتن. 10 کسی آنها خیلی فروتن. 10 کسی که آنها میگه: اوه، آنها کلانن، عظیم جسان، ارتششان بخواید کلان است. آنها یراق نبود کننده اموی دارن. ما باید زن و کودک های خود را محافظت کنه. و همه میگن: اوه، چی آدمانی فروتن حکسار. آنها اول در روی زن و کودک هایشان فکر میکنند. و کلیب میگه: شما چی میگید؟ آنها آدم هستند. این 10 کس با کلیب نگاه کرده میگن: تو هوا بلند استی، تو در برای چی فکر میکنی؟ 1 دقیقه استید، کی هوا بلندی میکنند؟ شاید این 10 کس دیگر باشند. آنها روز دیگر مردند. کلی باشد به زمین وعده شده آمد. میفهمید؟ به فکر ما نمیدانیم فروتنی حقیقی در کتاب مقدس چیست. به فکر ما نمیدانیم فروتنی در کلیسا چیست.
می توانم با شما اثبات کنم، می توانم 2 دقیقه گرفته با شما اثبات کنم که ما نیدونی فروتنی چیست. بعد ها باب 12 نگاه کنید، در اینجا نشان داده می شود. بعد ها باب 12 آیت 3 نگاه کنید و بالا نگاه کنید، همه این رو برای من خونید و نگاه کنید، این عجیب. و موسی مرد بغایت فروتن بود، بیشتر از هر آدمی که بر روی زمین است. آه خدا، تصور کرده میتونید که این گپ را در برای شما میگن؟ تصور کرده میتونید که در نشته در برای شما این خیلی نشته باشد؟ های، و شما هیچگاه این را در برای خودتان نهی گفتید، درست؟ لیکن شما سوال پرسیده میتونم که کتاب عددها را نوشت؟ موسی، شما باید در حقیقت فروتن باشید که نیستید که شما بیشتر از دیگران فروتن هستید. عیسی را تصور کرده میتوانید؟ بیایید کمی اضافه میکنم. تصور کرده میتوانید که یک معجزه‌چی پیدا میشود و نامش مثال براین یا بابی و میگوید من به شما گفتنی هستم، من فروتن هستم، اکنون بیایید شما را یاد میدهم. ولی میدانید عیسی چی گفته است؟ نزد من آید ای همه زحمتکشان و گرانبران، و آن به شما آرامی خواهم بخشید. تیغ مرا بر گردن خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که من حلیم و فروتن هستم. عیسی گفت من فروتن هستم، بیایید من شما را تعلیم میدهم. پتروس میگوید که شما باید فروتنی را در بر کنید. چطور آن را میپوشیم اگر ندانیم آن چیست؟ این لباس خود به خود به سرم نرفتید، من آن را دانسته پوشیدم. شما باید دانسته آن را پوشید. میباشید که من خیلی با احساسات هستم، لیکن من در حقیقت با احساسات هستم، میفهمید؟ همراه من وقتم تمام میشد. افسوسیان 3 را کشا. افسوسیان 3 یکم چیز، همه گوید یکم چیز، فروتنی چیست؟ این را نوشته گیر. فروتنی این وابستگی پوره، قطعی و کامل به خدا. تو میفهمی که به وای تو هیچ چیز کرده نمیتونی. افسوسیان 3 به آیت 7 نگاه کن. پیش از آن که میخونیم به من نگاه کنید. من یک چیز را میگم. بسیار علمان کتاب مقدس باری دارند که نامه با افسوسیان بین سالهای 62 و 64 نوشته شد. ساده میکنم. ما بینش را میگرم. سال 63. مایلش؟ این 3 سال پیش از آن که پالوس کشته شد. این 7 سال بعد از نوشتن این نامه به قرنتیا. میدونید در دوام این 7 سال چی روی داد؟ خدمتش خیلی از یعنی وی همچون در کیش کلان شد. اکنون وی نه فقط در آسیا و اروپای شرقی است، ولی الکی در اروپای غربی و در تمام عالم آن زمان. وی حالا از همه وکلانی که در زمان وی زندگی میکردند زیادتر میوه دارد. وی دوام بزرگ شد. میفهمید؟ شما مانند درخت میوه دار سستر میشوید. این سستر می شود، لیکن خدمتش یک بره می آزید، بقایت می آزید. و حتی در حبس خانه بود وقتی که خدمتش همچون ترکیش زیاد شد. می شنوید؟ اکنون نگاه کنید. و چی می گوید؟ 3 سال پیش از آن که کشته شد. آیت 7. من بر طبق بخشایش فیض خدا که بر حسب عمل قوت او به من عطا شده است خدمتگزار آن گردم، اگرچه من خردترین همه مقدسانم. به من نگاه کنید. و این نوشته میگوید هر ایماندار که است حتی در قطارهای آخر، من از هر ایماندار بسترم. کی میدوند که در وقت نوشته جات شما نیتونید فقط چیزهای نویسید که نمونه درست است؟ شما نیتونید فروتنی دروغ رو نویسید. روح مقدس به پاولوس اجازه داد که این رو نویسد من از همه مقدسان بسترم، که در حقیقت در روی خودش این خیلی فکر میکرد. اینه خدا به وی اجازه داد که این رو نیست، چون که وی در آخر به نقطه اش رسید. وی چی کار میکنند؟ وی غیرت میکنند، جد و جهد میکنند، با فروتنی حقیقی شتاب میکنند، چون که میخواد عیسی رو باز هم نزدیکتر شناسد. این را میفهمید؟ و اگر به آخر حیاتش نگاه کنید، تقریبا در سال 65 وی به تیموتئوس خط نوشت. وی به تیموتئوس گفت عیسی مسیح به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات دهد و آن بدترین آنها هستم. وی گفت حالا به تمام آدمیزاد نگاه کنید، تمام آدمیزاد، من از آنها پایانتر هستم. وی چکار میکند؟ وی فشار میکند، جد و جهد میکند، شتاب میکند. چور به فکرم اینجا بهتر میشود. زبور 24. یک چند دقیقه در آنجا ایستید. با فکرم آن را یافتم. آنها در بالا هم برآمد. به این نگاه کنید. آیت 9 باب 24 با بالا نگاه کنید. حلیمان را همه گید حلیمان.
و یعنی خدا راههای خود را تعلیم می دهد. و فروتنان خدا راه یا راههای خود را نشان یا تعلیم می دهد. می توانم با شما دیگر جای نشتجات نشان دهم، امیدوارم این را می فهمید. در کتاب مقدس، در کتاب زبور نشته است، راههای خود را به موسی معلوم کرد، لیکن خلق اسرائیل فقط کارهای او را می نویسند. این چی معنا دارد؟ اسرائیل کارهای او را می نویسند. اسرائیل خدا را از روی آن می شناختند، چطور خدا به دعاهایشان جواب می داد. می دانید چقدر مسیحان در کلیسا هستند، مخصوص در امریکا، که مناسبتشان با خدا با آن محدود است چطور خدا به دعاهایشان جواب می دهد. دخترم کسل بود، ما دعا خونیم و اشفا یابد. ما محتاجی داشتیم، ما کار دیدیم و محتاجیمان حل شد. آنها خدا را از روی جواب گرفتن و دعاهایشان می دانند. آنها خدا را از روی کارهایش می دانند. موسی راههای او را می دانستند. موسی زیاد وقت می دانست که خدا چه کار کردنی است پیش از آن که آن را می کرد. چرا؟ چون که خدا به وی این را نشان داد، چون که فرزندان آن را و راههای خود را تعلیم می دهد. گوش کنید، شاید از برای این موسی از دیگر آدمان خدا را بهتر می شناخت. به آن با دقت گوش کنید، می خواهم که همه به آن نگاه کنید، نه خواهم که گپم را از دست دهید. شاید از برای این موسی خدا را از همه دیگران دیده چه قرتر و نزدیکتر می شناخت، چون که وی در آن زمان آدمی از همه فروتن بود، چون که وی در تمام دنیا از همه فروتن بود. شاید از برای همین داوود عیسی را اینقدر نزدیک می شناخت، وی خدا را اینقدر نزدیک می شناخت که وی از تطهین پاشا پیش رفته به تطهین پیغمبر در آمد. داوود به تطهین پیغمبر گذشت. بسیار ترانه های زبور در باره عیسی داوود نوشت. وی از برای شناختن نزدیک خدا از تطهین پاشای خدا بیشتر رفت. او خداوند، وی مسیح را دید. شاید این از برای آن که در زمانش وای آدمی از همه فروتن بود. کتاب زبور رو شاید وای دائما می‌نویسد این آدمی قشاق، این آدمی کمبغل، این آدمی خاکسار. داوود از جهت مالوی کمبغل بود، وای بسیار نقره داشت، لیکن چرا در نظر دارد وقتی میگه من کمبغلم، وای در نظر دارد که من فروتنم. گوش کنید، گوش کنید، شاید از برای همین پاولوس اینقدر عیسی رو نزدیک میشناخت که در آخر پتروس شما باید فهمید که پتروس همراه عیسی 63 سال گشت، لیکن پاولوس عیسی را آنقدر چقور میشناخت که در آخر پتروس در دویم نامه خود پیش از آخر حیاتش مینویسد این پاولوس عیسی را اینقدر نزدیک میشناسد که بعضا من هم حیران میشوم. نامه هایش را برای فهمیدن دشوار است. اینجا آدمی که 3 سال همراه عیسی گشت و او میگوید که پاولوس که هیچگاه 60 عیسی رو ندید، یعنی در زمین، در خدمت زمینیش، میگه که پاولوس عیسی رو اینقدر چخور میشناسد که حتی من بعضی گپهایش رو نفهمم. چرا؟ چرا؟ چون که چقدر که ما به فروتنی حقیقی شتاب میکنیم، آنقدر ما او رو میبینیم. و چقدر که زیادتر او رو میبینیم، آنقدر به وی مانند میشویم، چون که از برای نمودش ما از جلال به جلال به جلال تبدیل میشویم. ایشایا رو کشوید. من با این تمام میکنم. اینجای نشجات آخرین. بینید ایشایا چی میگه؟ با من نگاه کنید. با من نگاه کنید. پیش از آن که این رو میخونیم. میدونید یکی از جایهای دوست داشته من در کتاب مقدس این یعقوب 4:8 به خدا نزدیک شوید و او به شما نزدیک خواهد شد. میدونید یعقوب این گپ رو با چی میپیوندد؟ با فروتنی. در آیه 6 نوشته است با فروتنان فیض میباشد. بعد نوشته شده است در حضور خداوند فروتن باشید و او شما را سرفراز خواهد کرد. همه گویه سرفراز خواهد کرد. به کجا می بردارد؟ با آیت 15 نگاه کنید. اشعیا 57. زیر او که عالی و بلند است و در ابدیت سکین می باشد و اسمش قدوس است چنین می گوید. من سکونت دارم. همه گویه سکونت. من نخواهم که خدا تشریف آورد. من نخواهم که خدا سکونت داشته باشد. من در مکان عالی و مقدس سکونت دارم. با کی؟ با شکست دلان و فروتنان، تا که روح فروتنان را زنده سازم. خدا می پرسد. تو می خواهی با من باشی؟ تو می خواهی با من در جای بلند باشی؟ خود را حکسار کن. گوش کنید مردم، من در نشتجات یک چیز را یافتم. اگر ما خودمان حکسار نشویم، خدا میگوید که ما را حکسار میکند، چون که او ما را دوست میدارد و ما را سخت دوست میدارد و نخواهد که ما همراه شیطان محکوم شویم. اکنون من 5 دقیقه آخر را میگیرم و میخواهم که شما سرتان را هم کنید و با آن راستقال باشیم. میخواهم که هممان همراه دعا کنیم. مایلش؟ لیکن میخواهم که شما سر خود را هم کنید. التماس بگذار هیچ کس بغیر از خدمتچیان نگردد.
شما در اینجا میشنید، من میخواهم که شما در رای کودکان خود، زن و شوهران خود که نزدان میشینند فراموش کنید. این مهم نیست. میخواهم که به خودتان سوال دید. آیا شما در چشمان خود با عقل شدید؟ آیا شما خود را از دیگران دیده بهتر فکر میکنید؟ آیا شما فراموش کردید که شما کاملا و پورا به خدا وابسته هستید و به خدا یگان کار را کردن نتوانید؟ آیا شما یاد گرفتید چطور کاری درست را کنید و به او در حقیقت وابسته نباشید؟ اگر به یگان این سوال جوابش بله باشد و شما میگید جان به فکرم کمی غرور به دلم دارند، من میخواهم از آن آزاد باشم و خدا را نزدیک شناسم، من میخواهم که شما دست خود را بردارید، میخواهم شما برای شما دعا کنم. دست خود را بلند بردارید. میبینم که تقریبا 80% آدمان دست خود را برداشتن، ممکن 85%. میخوام که همراه من سر خود رو خم کنید. ما حال در حضور خدا هستیم. میدونم شما چی فکر دارید. خدا من در قطار آخر بالاخانه میشنم. اگر در دل خود گوش کنید، اگر با دل خود حس کنید، میفهمید که خدا حال در اینجا. چنان که در صحنه است، خدا آنچنان با قوت در نزد شما است. میخوام که فراموش کنید که نزد شما کی میستد. میخوام فراموش کنید که کی میشیند نزد شما. این مهم نیست. میخوام که در دل خود به عیسی نگاه کنید. کتاب مقدس میگه اول شما به خدا نزدیک شوید. خیلی ما وای نزدیک میشویم وقتی که به درون خود نگاه میکنیم، چون که پادشاهی خدا در درون ماست. بسیار مسیحیان میخوان به نزد تخت خدا در عقلشان بیاین و اون میلیارد کیلومتر دور است. یگانه چیزی که شما باید کنید این به درون خود نگاه کنید، چون که روح مقدس در آنجاست. وقتی که به درون خود به خدا نگاه کنید، شما در حضور خدا هستید، شما در حضور عیسی هستید، نزدیک تخت وای هستید. میخوام که شما این خل کنید. میخوام که چشمان جسمانی خود را محکم کنید. اگر شما روی وای رو دیده میتونستید و بعضی از شما او را علاقه میبینند، شما روی خشمگین و با نفرت را نمیبینید. شما روی عصبی را نمیبینید. شما چشمان نرم و محبوب را میبینید. شما برای وای خیلی قیمت هستید. میخوام که شما با خدا گپ زنید، چون که حضور خدا در اینجا است. میخوام که همراه من این رو گوید. پدر آسمانی، بلند، این رو بلند گوید. پدر آسمانی، رحمت که این سر به من با واسطه خدمتگار گپ زدی. خدا من میفهمم که من در چشمان خود کمی باخیرت شدم. من خود را از دیگران بالاتر میبینم. دلم سخت شد. مرا ببخش. ببخش که پورا به تو وابسته نبودم. من برای هر نمود غرور توبه میکنم. و این سر من میخوام فروتنی رو کوبم، با فروتنی شتاب کنم تا که تو رو عیسی آنقدر نزدیک شناسم چقدر که آدم تو رو شناخته میتواند. من در نام عیسی خواهش میکنم که برای شناختن تو به من فیض دهی. من میخوام تو رو شناسم. در نام عیسی این رو خواهش میکنم. من این را به نام عیسی به تو می دهم. آمین. آمین. ما باوری داریم که این موعظه برای شما برکت شد. خدمت مسنجر اینترنشنال می خواهد با شما پیوند. برای معلومات بیشتر به سایت زیرین مراجعه کنید. messengerinternational.org یا با ما زنگ زنید به کارخانه همان در امریکا 1-800-648-1477، در استرالیا 1-300-625-57 و در انگلیه 0870-745-5790. با قوت خدا شما تغییر می‌یابید.